نکرد دیگه. ایران میتونست این کارو بکنه ولی نکرد. حالا ایران خودشون موقع وسط انتخابات و ریاست جمهوری ایران بود. قبل این فکر این صحبتی که جوانه. بله. و ایران این فرصت رو از دست داد. بعدش انتخابات شد، مشکلات داخلی ایران، انتخاباتی که به انگلیسی میگیم disputed fraudulent election. ولی به نظرم یه چیز خیلی مهمی آدم اینجا میبینه، میبینه که دولت ایران خیلی راحت تره واسه شون که با یه آقای بوش برخورد کنن، چون بوش یه آقای بود که همیشه دنبال کانفرنتیشن بود، ولی وقتی یه آقای مثل اوباما میاد از کوه 1953 معذرت خواهی میکنه، یک ویژه دیگه از امریکا نشون میده، اون موقع میبینیم که دولت ایران خیلی بیشتر مشکل داره که چطوری با این امریکا برخورد کنه. و به نظر من اینم یه اثر خیلی زیادی داشته رو خود وضع داخلی ایران، چرا این انتخابات به این طور هر اند اپ این دیس وی. چون اگر آقای بوش هنوز سر کار بود، هنوز هر باری که راجع به ایران صحبت میکرد میگفت که جنگ هم یک امکانات هست، به قول امریکای all options are on the table، من فکر نمی کنم که رهبرای جنبش سبز با این شجاعی که الان نشون دادن موقع میرفتن جلو و از انتخابات شکایت میکردن اگه هنوز این ریسک جنگ اونجا بود. ولی به خاطر اینکه این ریسک جنگ دیگه نیستش، به خاطر اینکه آقای اوباما یه طور دیگه برخورد میکنه، این فضا رو یک کمی باز کرده داخل ایران و این کار خیلی مثبتیه. ولی به نظر من همینطور که شما اشاره کردین، آقای اوباما خیلی کمتر از این که بایست میکرد راجع به وضع حقوق بشر در ایران صحبت کرده. خب حالا این نکته که اشاره میکنین جالبه، برای این که در ایران اعتقاد داشتن که ما به دنبال نتایج عملی هستیم. آقای اوباما صحبت خیلی خوب کرده، بحث عادی سازی روابط، ولی گام عملی به گفته بسیار از رهبران جمهوری اسلامی از سوی دولت اوباما برداشته نشد. در این حال تحریم‌ها تمدید شد و بحث تحریم کماکان ادامه داشت، اگرچه به قول شما گزینه نظامی کنار رفته بود. حالا دوباره برمیگردیم به تابستان، زمانی که انتخابات هم تو که اشاره کردیم، چرا در اون موقع آقای اوباما شخصا خودش و دولتش به تبع سکوت کرده بودند موقعی که نارامی‌ها در تهران می‌گذشت؟ به نظر شما که خب برش سیاست اوباما رو خیلی مدافعش بود. بله. اولین چند روز که اول تو امریکا همه خیلی تعجب کرده بودند، چون هیچ کس فکر نمی‌کردن که اینطوری بشه. و من با کاخ سفید موقع در تماس بودم و خیلی فشار می‌گذاشتم که باید راجع به همین وضع حقوق بشر خیلی بیشتر صحبت کنم. یک هفت روزی طول کشید تا آقای اوباما اومد و از خشونتی که دولت ایران استفاده کرد این خشونت رو محکوم کرد، و بعدش هم یه چندین بار این حرف رو زد، ولی خیلی کمتر از این که میتونستن. و یکی از دلایلش اینه که میترسیدن که اگر خیلی زیاد راجع به این موضوع صحبت کنن، یه بهانه‌ای بدن به دولت ایران که بگن که این جنبش سبز جنبش داخلی نیست، یه جنبشی که از بیرون وجود آمده، و نمیخواستن این کار بکنن، مخصوصا به خاطر این تاریخی که بین ایران و امریکا هست، مخصوصا به خاطر این تاریخی که زمان آقای بوش بود، که آقای بوش خیلی کوشش میکرد که یه جنبش اینطوری راه بندازه ولی موفق نشد. به خاطر این خیلی سعی کردن که زیادی راجع به این موضوع صحبت نکنن. ولی به نظر من یه دوتا موضوع هست که اینا یه کمی قاطی کردن. یک چیزی هست که آدم تو سیاست‌های داخلی کشور دیگه دخالت نکنه، یه چیزی دیگه هست که آدم راجع به حقوق بشر اصلا صحبت نکنه. حقوق بشر یه موضوع داخلی دیگه نیست. ایران، خود دولت ایران رو هم Universal Declaration of Human Rights رو امضا کردن، چند تا کنونشن های مختلف رو امضا کردن، یک مسئولیت قانونی دارن که این نقض، از این نقض حقوق بشر جلوگیری کنن. و امریکا و همه کشورهای دیگه در اینترنشنال کمیونیتی هم یه مسئولیتی دارن که راجع به این موضوع صحبت کنن. متاسفانه یه کمی طول کشید، ولی از اوایل دسامبر بعد از صحبت آقای اوباما در نروژ، وقتی امتیاز نوبل رو گرفت، دیگه شروع کردن خیلی بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنن. و چیز خیلی مهمی هست به نظر من که امریکا قشنگ نشون بده که این نقض حقوق بشر unacceptable under all circumstances، غیر قابل قبوله. اشاره کردید به اینکه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو طبیعتاً باید بهش عمل بکنه. شما با فضای واشنگتن آشنا هستید به خوبی. رئیس جمهور آمریکا برای پیگیری سیاستش در برابر ایران با چه چالش‌ها و چه فشارهایی روبروست؟ خیلی فشارهای مختلفه. اینم هست که یه چیزیه که مردم در ایران هم باید راجبش
آگاهی داشته باشند. چون اولا ما نباید انتظار داشته باشیم که امریکا بیاد و دنبال منافع کشور دیگه ای رو. امریکا همیشه دنبال منافع خودش هست. همه کشورها همیشه دنبال منافع خودشون هستن. ولی امریکا زیر فشار هست از کمیونیتی های مختلف. از یه طرف گروه هایی که طرفدار اسرائیل هستن که در این چند سال اخیر خیلی رو امریکا فشار گذاشتن و مخصوصا فشار گذاشته بودن که ایران و امریکا به یک سلوشن راحل صلح‌آمیز نرسن. چون دیدگاه اسرائیل هست که اگر ایران و امریکا یک کامپرومایزی پیدا کنن، یک کامپرومایزی هست که به نفع ایرانه، به نفع امریکاست، ولی به ضرر اسرائیله مصاله. و به خاطر این سعی میکردن از این جلوگیری کنن و خیلی ها هستن در اسرائیل هم که دیدگاهشون این هست که بهترین از منافع اسرائیل این هست که بین ایران و امریکا یک اختلاف نظامی هم پیدا شه. اینا های گروه هایی هستن که اخیراً خیلی امریکا رو روی زیر فشار گذاشتن، اولا که تحریم بیشتری رو ایران بذارن و دوما که اگر مذاکره بشه، مذاکره واسه یه مدت خیلی خیلی کوتاهی باشه. همینطور که شما نشون دادین، وقتی آقای اوباما گفت که تا آخر سال وقت میذاره، بغل دست آقای نتانیاهو رئیس جمهور اسرائیل نشسته بود، نخست وزیر اسرائیل، که همین موضوع رو با اوباما صحبت میکرد، میخواستن روشون فشار بذارن که بیشتر از 12 هفته ایران و امریکا مذاکره نکنن و اگه نتونن به یه نتیجه در این 12 هفته نرسن، موقع فوری امریکا باید بره دنبال بیشتر تحریم‌های بیشتری. بعدش گروه‌هایی هستن که به انگلیسی میگن non-proliferation community که هدف اصلیشون این است که از گسترش جنگ افزار هستی جلوگیری کنن. بله. و اینا خیلی فشار گذاشتن که از همه موضوعهایی که همه اختلافهایی که بین ایران و امریکا هست، خود این اختلاف موضوع هستگی از همشون بیشتر پرایوریتی مهمترینشون باشه، از این بیشتر صحبت کنن. و اینا گروه های خیلی نفوذشون هم خیلی زیاده. یکی از دلایلی که امریکا وقتی مذاکره رو شروع کرد با ایران، اولین موضوعی که باش ایران صحبت میکردن همین موضوع هستگی بود. حالا اوباما برنامه داشت که بعد از اینکه این بعد از اینکه بتونن این این this deal on the interim deal اگه بتونن به یه نتیجه اونجا برسن، فوری شروع کنن راجع به موضوعهای دیگه صحبت کنن، ولی اولین پرایوریتی خود این موضوع هستگی بود. به نظر من این یه اشتباه خیلی بزرگی هست که امریکا انقدر فوکسش رو رو همین موضوع هستگی میذاره، جای اینکه راجع به موضوعهای دیگه هم صحبت کنه، حقوق بشر، وضع عراق و افغانستان. بعدش هم امریکا زیر فشار تازگی ها از گروه های ایرانی در امریکا که از همه چی مهمتر بوده که راجب حقوق بشر بیشتر صحبت کنه آقای اوباما و یک کاره بکنه که حقوق بشر فراموش نشه در این وضعیت، که امریکا یک قراردادی نبنده با دولت ایران که به ضرر مردم ایران بشه، که امریکا یه نتیجه مثبتی رو موضوع هستگی پیدا کنه واسه خودش، ولی انتظارهای مردم ایران، انتظارهای دموکراسی مردم ایران رو بذاره کنار. این یه چیز خیلی مهمی هست و به نظر من اخیرا آدم میبینه که آقای اوباما به این حرفا گوش کرده، چون سیاست‌های تازه‌ای که الان داره دنبال میکنه it's really taking that into consideration. این یه موضوع مهمی هست. به اسرائیل اشاره کردی، نکته جالب هست این که رهبرای اسرائیل تو همین چند هفته گذشته و چند روز گذشته صراحتا از این تحریم هایی که الان دولت اوباما مد نظر داره حمایت کردن و به نظر میرسه که اونها هم اونطور که گفته میشد انقدر به دنبال گزینه نظامی بودن، الان چنین قصدی رو ندارن. اتفاقی که در همین پروسه تعامل دولت آقای اوباما با ایران رخ داد، فاش شدن فعالیت مرکز غنی‌سازی فردو در نزدیکی قم بود. اونجا رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که این برنامه‌ای که ایران سالها دنبال می‌کرده نشون میده ایران به دنبال عمل به تعهداتش مبتنی بر قطعنامه‌های شورای امنیت نیست و شرایطی رو که در واقع به گفته ایشون فرصت‌هایی رو که مردم ایران میتونن از اونها بهره ببرن، رئیس جمهور آمریکا تأکید می‌کنه این گونه سیاست‌ها داره از بین می‌بره و نیازی که مردم ایران به انرژی دارن با این شیوه برخورد رژیم در واقع مورد مخاطره قرار میگیره. تأکید میکنه رئیس جمهور آمریکا که ابعاد و وضعیت این سایتی که الان ایران در نزدیک قم در دست ساخت داره با برنامه صلح‌آمیزی که ایران ادعا میکنه سازگاری نداره. بخش از صحبت های رئیس جمهور آمریکا رو گوش کنیم.